سلام علیکم دوستان برادران، من ستار فومیت شهابیدینویچ هستم، سابق اعضای حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. شاید بعد از دیدن نوار نهضتیان سخنان مرا رد کنند، اما من حقیقت را میگویم. پیش از آغاز صحبت میخواهم حکایه را برای شما بگویم. روز مهمانی خانه اپامان شدیم. گربه اپام سه گربچه زیبایی را به دنیا آورده بود و یکی از آن گربچه ها را ما گرفته به خانه خود آوردیم. بعد از مدت 3-4 هفته وقتی اپام با همراهی فرزندانش برای مهمانی به خانه ما آمدند و احوال گربچه را دیده، در تعجب افتیدند فرزندان اپام که چرا این گربچه اینقدر خراب و لاغر شده است و آن دو گربچه که در نزد مادرش است فربه و چلاک است. و در میان این بحثی که من با جیانوهام با من داشتند، مادرم نیز حضور داشت و در جواب مادرم گفت که زیرا این که آن دو گربچه در نزد پیوندانش است و در نزد مادرش است. سبب مثال گربچه را آوردنم در این است که زمان من از روی گمراهی و جاهلی و جوانی فریفته عقیده های نادرست نهضتیان شده و سنه 19 نوامبر سال 2016 با دستگیری یکی از فعالان این حزب ممنوع شده سید محمد ظریف و جمهوری پولش سفر کردم. چون جمهوری پولش برای ما پناهندگان هر ماه $200 پناهندگی میداد، از این ما هر ماه از 5 تا 10 و بعضی نفران تا $20 از و حقی میسپاریدن برای نهضتیان و از پول ما غریبان کبیری بدبخت و نهضتیان نفس خود و فرزندانشان را سر میکردن. گرچند در یک شرکت ساختمانی کار و فعالیت میکردم و سطح زندگی خیلی خوب داشتم، وزنم تقریبا 65-67 کیلوگرم بود. چون پناهندگی هم با دستگیری نهضتیان بود، آنها بارها مرا برای اشتراک کردن در کنفرانس و میتینگ ها دعوت کردند و چون من از کار ساختمانی خسته میشدم تکلیف آنها را رد میکردم. بعد از 4-5 مرتبه رد کردن تکلیف آنها بر سراغ من تهدید میکردگی شدند، گویا ما پناهندگی تو را قطع میکنیم و حکومت پولشا تو را به مقامات تاجیکستان میسپارد. و از این فشار نهضتیان و فریب و نیرنگ آنها خسته شدم و از مقامات تاجیکستان خواهش کردم که برای برگشتم به وطن و به نزد والدانم و فرزندانم برایم کمک کنند. و حکومت تاجیکستان بر من کمک کرد و من به وطن به نزد مادرم و خویش و اقربایم برگشتم و الان تقریبا 10 کیلوگرم وزن گرفتم. سبب مثال گربه آوردن من هم در همین بود که در نزد مادر و خویش و اقربا انسان زندگی خوش میگذارند. و میخواهم برای برادران نصیحت کنم که فریفته سخنان دروغین و سخنان بی‌مضمون کبیری و صغیری نشوند و به وطن برگشته خدمت را در داخل وطن، صادقانه خدمت در داخل وطن کنند. باقی سربلند و خانواد باشید.